شاگردای عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدا کنه که جور و صحت من سر حال باشید و لباس عافیت با اعضای فامیل داشته باشید. شاگردای عزیز درس امروز ما شما طاقت یک نقطه نظر به دایره است. طاقت یک نقطه نظر به دایره. درس گذشته را ما شما خواندیم در صورتی که از یک مستوی با کدام اساس چه رقم یک نقطه خارجی داشته باشه و با کدام اساس کار کردن میتونیم. امروز آمدیم طاقت یک نقطه نظر به یک دایره، یعنی در صورتی که شما یک نقطه خارجی داشته باشید و اینمی نقطه خارجی را که شما داریم یک مستوی باشد که بالای دایره دو تقاطع رسم شود که این دو تقاطع میگه از مرکز دایره تیر شود، یعنی عبور شود. پس در این اساس میگه قاطع اولی که هست مساوی به چیزی که یعنی دی، یعنی فاصله بین نقطه خارجی مربی از او منفی مربی شعای دایره میشه. پس در او اساس میگه که باید این ارتوش ها باید چی باشه؟ ثابت باشه. سکنیم؟ میگه اگر یک نقطه خارجی تعریفش هست، درست است؟ تعریف چی است؟ تعریف همین؟ تعریف است. میگه اگر یک نقطه خارجی، اگر یک نقطه خارجی یک مستوی را بالای یک دایره دو تقاطع دو قاطع رسم کنند این دو قاطع از مرکز دایره، یعنی یک قاطعش از مرکز دایره چی کنند؟ عبور کنند. پس در این صورت قاطع اولی مساوی به چی است؟ دی مربع منفی آر مربع بوده که دی چی است؟ عبارت از فاصله ثابت نقطه خارجی است و آر خود تا میفهمیم که چی است؟ که آر عبارت است شعای دایره میباشد. یعنی چی؟ یعنی شما اینجا داریم یک تا دایره داریم، تقسیمش کردیم، پس یک دایره شما داریم. من هم میخوایم در این دایره کار کنم، میخوایم در یک دایره دیگر با این برتان تقسیم کنم. دایره داریم، این یک دایره بود. یک نقطه خارجی اینجا قرار داره. چی است؟ نقطه خارجی. این نقطه خارجی این تکامل با چی؟ با مرکز دایره تماس گرفت یا معماس شد یا یک مستوی است. پس اینی را به نام آر یاد میکنن و اینی قسمت که این قرار داره اینی به نام چی یاد میکنن؟ دی یاد میکنن. پس فاصله نقطه‌ای که از مرکز دایره قرار داره. درست شده بوده ایفیز؟ بازو میخونیم؟ میگه اگر یک نقطه خارجی یک مستوی را بالای دایره
که دو نقطه قد کریم یکی یک موج است. قلب کنه این تقاطع از مرکز دایره عبور کرد. احیانا میگه چی شد؟ اگر این از مرکز دایره عبور کنه. اینا دو تقاطع اینا یک قطع کننده دو تا از دایره از چی؟ از خود مرکز دایره عبور کرد. پس در این صورت قاطع اولی اینی قاطع اینی که هست مساوی با اینی قسمت مساوی با دی مربع منفی آر مربع می باشد که دی ما فاصله ثابت دارد از یک نقطه خارج دایره. پس آر ما عبارت از چی است؟ شعاع دایره است. بازم میره براتون میگم اگر یک نقطه خارج دایره یک مستوی یک خط یعنی را بالای یک دایره یک دایره که دو قاطع داشته باشه یک تا دو تا قاطع رسم کنند که این دو قاطع از مرکز دایره عبور کنند از نقطه مرکزی دایره عبور کنند. پس در این صورت قاطع اولی اینی قاطع مساوی با دی مربع منفی آر مربع است که دی ما عبارت است یک عدد ثابت است و آر ما عبارت است شعاع دایره می باشد. درست است؟ پس در این صورت ما براتون یک مثال کار میکنم که در کتابتان هم موجود است. خب اینا پاک میکنم شما دوستان عزیز که بزرگ در این شکل باید براتون میگم در این شکل باید براتون حلش میکنم. خب میگم اگر قطر یک دایره یعنی چی؟ اگر قطر یک دایره چند باشد؟ قطر یک دایره قطرش مساوی با چند باشد؟ 10 سانتی متر باشد. اگر قطر یک دایره 10 سانتی متر باشد و نقطه پی عبارت از چی گفتم؟ گفتم نقطه خارجی دایره است. نقطه چی است؟ نقطه خارجی دایره است. به اندازه چی؟ 13 سانتی متر. 13 سانتی متر از مرکز دایره دور باشد. تقاطع نقطه پی را دریافت کنید. یعنی آر ما مساوی با چقدر است؟ اول آره دریافت میکنیم. آره در صورت که دریافت کردیم پس در اون صورت ما شما میگیم که چی را پیدا میکنیم؟ پس طاقت شما میکنیم. چی شده دریافت میکنیم؟ پس طاقت شما مساوی با سوالی است. خب شما دوست متوجه باشیم در اینجا ما شما دو قسمت از سوال داریم. قسمت اول ما چی است؟ قسمت اول ما این است که ما شما قدر اول باید شعاع را دریافت کنیم و این شعاع زمان دریافت میشه که موشما چی میکنیم؟ موشما میتونیم ایرم حل کنیم. درست است؟ پس موشما اول میخواییم شعاع را دریافت کنیم. پس در شعاع میگیم شعاع مساوی با دی بزرگ یعنی تقسیم دو یعنی قیمتی که قطر داره قطر تقسیم دو باید کنیم. خب قطر ما قیمتش چند است شکل دیدیز؟ ده است. پس داره ما تقسیم دو گذاشتیم که مساوی با چند است؟ 5 است. پس این چند شد؟ 5 سانتی متر. یعنی در این صورت آر ما مساوی با 5 سانتی متر است و دی ما که فاصله اصلی ما چند سانتی متر است؟ 13 سانتی متر. تا ما چی را دریافت کنیم؟ پی از پی ما را دریافت کنیم یعنی طاقت ما را پاور ما را دریافت کنیم. پس این پاور ما با این اساس میتونیم دریافت کنیم. خب متوجه باشین شاگرد عزیز پس این پاور ما با این اساس دریافت کرده میداریم که بگوییم طاقت ما مساویش با این فرمول داریم دی مربع منفی آر مربع دی مربع ما هست 13 مربع منفی آر ما چی هست؟ 5 چی؟ 5 مربع. پس طاقت ما مساوی است با 13 مربع ما یعنی 13 ضرب 13 این هم سکنه شما بوده عزیز 3 3 2 3 1 3 1 3 3 1 1 1 169. پس 169 را موشما اینجا نوشته میکنیم چند؟ 169 منفی 5 به نفسش دو بار زده شد یعنی 5 ضرب 5 5 5 25. پس متوجه باشیم که شما 5 5 25 رو گفتیم پس این رو شما میتونیم دریافتش کنیم. پس پی مساوی است با
از نوک 5 گرم 4 باقی. پس از 6 که 2 گرم 4 باقی. پس 144. پس فاصله که ما شما به اساس طاقت داریم او چند است؟ 144 است. درست شد بوده ایست؟ خب با امید موفقیت های هرچی بیشترتان. باز هم اگر سوال داشتیم با استادای مربوط به مکتبتان به تماس شویم، سوالاتتان را مطرح کنید تا اونا سوالاتتان را حل کنند. با عرضوی موفقیت های میتونید.